فصل سوم. پس چون دیگر نمی توانستیم بیخبری را تحمل کنیم، تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم و تیموتاووس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد، تا هیچ کس در اثر این زجر و آزارها دل سرد نشود. خودتان می دانید که این آزارها نصیب و قسمت ماست. وقتی ما با شما بودیم از پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنان که آگاه هستید همانطور هم شده است. از این جهت چون این بیخبری دیگر برای من غیر قابل تحمل بود، او را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم، زیرا می ترسیدم آن اقوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. اما اکنون که تیموتاووس از پیش شما بازگشته است، خبر خوشی درباره ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همان گونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم، شما مشتاق دیدار ما هستید. ای برادران، با وجود همه نگرانی ها و زحماتی که داریم، این خبر خیال ما را درباره شما راحت ساخته است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است. اگر شما در خداوند استوار بمانید، ما زندگی تازه‌ای خواهیم داشت. ما چطور می توانیم به قدر کفایت خدا را برای شما و برای تمام شادی که به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می کنیم سپاسگزاری کنیم؟ شب و روز با التماس دعا می کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما راه ما را به سوی شما راست گرداند و خداوند عطا فرماید که طبق میزان محبتی که ما برای شما داریم، محبت شما برای یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش یابد و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همه مقدسین خود می آید، شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید.